سلام عرض میکنم خدمت شما دانشجویان عزیز رشته اتاق عمل. توی این ویدیو قراره در مورد DCS صحبت کنیم که مخفف داینامیک کندیلار اسکرو هستش و روی عملهای ارتوپدی یک نوع پلیت یا پلاک هست که مثل DHS. حالا شما شاید بیشتر DHS رو شنیده باشید و کاربردهای اون رو دیده باشید که من توی ویدیو بعدی در مورد DHS هم صحبت خواهم کرد. DCS برای دیستال فمور کاربرد داره که الان روی مولاژ ببینیم با هم دیگه بیشتر متوجه میشید. یک ستاپ داره این تجهیزاتش که من آوردم برای اینکه شما سر عملای ارتوپدی قشنگ بدونید که چه کاری رو میخوان انجام بدن. حالا توی لایو جراحیش رو اینجا دیگه خیلی لازم نداریم، چرا که باز کردن یک پوست رو رسیدن به استخون خیلی کار سختی نیستش. اگه مثلا عملای جنرال بودش، داخل شکم و اینا بود، چون هر بار ما با یک ارگانای جدیدی مواجه هستیم یه خورده سخت میشه، ولی برای ارتوپدی اکثر مواقع اپروچ این هستش که ما به استخون برسیم. یعنی توی مثلا همین DCS گذاشتن، رسیدن به استخون آنچنان کار سختی نیستش. دو تا اکارتور، یه تیغ بیستوری و یه دونه هم متس میخواد که رسیدن به استخون با پریوس استخون کنار میزنن و اون کاری که لازم هست اونجا انجام بدن خیلی مهمه، که اینجا دیگه و کار خیلی سختی هم هست اینکه استخونها رو کنار هم دیگه بذارن و اونا رو فیکس کنن. خب بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. توی این ویدیو شما ست یک شرکتی رو میبینید که حالا خیلی مهم نیست چه شرکتی، حالا گویا شرکت شارما هستش، نمیدونم مربوط به کجا است، ولی مکانیسم تمام پروتزها، تمام وسیله‌ای که داخل بدن بیمار کاشته میشه همه یکیه. چیز سختی نیست، شما یه دونش یاد بگیرید بقیه‌اش هم یاد خواهی گرفت. ما قراره بیایم توی دیستال فمور یک شخصی یک دونه پلاک بذاریم. خب چه اجزایی داره این در واقع پروتز ما که ما دونه دونه توی این ویدیو می‌بینیم با هم دیگه ایشون میاره و من هم خدمت شما معرفی خواهم کرد که چجوریه و نحوه کار و عمل کرده اون پین یا اون وسیله که ایشون نشون میده رو بهتون میگم. خب بیا ذره بریم جلوتر. اولین چیزی که میبینید یک دونه نیله. ببینید این شبیه پیچه، ولی توی عملهای DHS و عملهای DCS اینا بهشون میگن نیل. این میله‌ای که رزوه هم داره شبیه، یعنی بهش میگن یه نیل کوچیک. نیل ها هم معمولا از 60 به بالا هستن تا 110-120 و اینا با توجه به سایز استخون بیمار. این روش یه دونه پیچ سوار میشه که کاربرد این پیچ رو خواهیم دید با هم دیگه. معمولا روی هر نیل یه دونه پیچ هم هست توی ستش. خب الان ببینید یه دونه این نیل DCS، این پلاک DCS هست، نیل از داخلش رد شد، این پیچ هم روی اون بسته میشه که شکل نهایی این پلاک اینی میشه که الان ایشون انجام دادن، سرهم کردن. اینی که دارن انجام میدن شما لازم نیست قبل از عمل جراحی انجام بدید، همین که بدونید اینجوری سرهم میشه به این شکله. خب و پیچ ها هم توی قسمت لاکین قرار میگیرن. این پیچه در واقع یک پلاک هستش که هم روش سوراخ های برای پیچ های معمولی و حالا کورتیکال و کنسلوس هست، هم برای پیچ های لاکینگ. خب این بهش میگن تی هندل که روش گاید سوار میشه. این گاید ماست. این گاید برای چیه؟ این گاید برای اینه که جهت ورود دیریل ما و پین ما درست باشه. اینم که پین معمولی توی اتاق عمل، پین ها سایزهای مختلف دارن. ما پین داریم از نیم یا فکر کنم از دو دهم، حالا کوچیکترش هم شاید باشه، ما داریم تا پینای مثلا پین 5 برای ترکشن های پوستی استخوانی. اینجا هم میبینید پین رو میزنن روی دیریل با و اونو مکمش میکنن. الان میان اینو میزنن روی دیستال فمور. جایگاه این که این کجا باشه توسط جراح تعیین میشه، یعنی خودش میخواد این رو بذاره و کار جراحی هستش، ولی خب معمولا روی کندیل فمور هست جوری که داخل زانو نره. یعنی اگه ما بیایم جلوتر این رو بیاریم و بره داخل زانو، خب یه آسیب خیلی شدید رو به زانو وارد خواهد کرد. پس بالاتر میذارن که از وسط دوتا کندیل رد بشه. پین رو میذارن. این پین در واقع گاید پین ما هستش که سرش هم ترده، یعنی نوکش هم روش رزوه داره.
خب پین اول که گذاشتن عکس میگیرن، حالا اینجا دیگه عکس نشون نمیده، عکس میگیرن که آیا جایگاه پین درسته یا نه. اگه همه چی روی این پینه بستگی داره، اینکه این پین رو خوب و درست بذارن، همه چی اوکی خواهد بود. هر موقع پین رو در آوردید حتما نوکش رو نگاه کنید، چون این پترت ها راحتی میشکنن. خب این در واقع ریمر ما هستش، یعنی گشاد کننده و یه چیزی هستش که جایگاه اون نیلی که اول خدمتتون عرض کردم رو اینجا ایجاد میکنه. خود این ریمر ما سایز بندی داره و میتونه روی این حرکت کنه و میزانی که میخوان نیل همون اندازه که دوست دارن و با توجه به اندازه و جسه بیمار هستش، این رو تعیینش میکنن. مدرجه روی این مدرجه، مثلا میگن آقا این رو بذارید روی ریمر، رو بذارید روی مثلا 110 120 115 5 تا 5 تا میره بالا. ریمر رو که میزون کردم بالاش یه پیچ داره، پیچ رو میبندن که دیگه این جهتش و اندازش تغییر نکنه. این رو هم میزنن روی دریل و روی اون پین سوار میشه. این خودش کانوله است. سیستم شما کلا باید کانوله باشه اینجا، یعنی هم دریلتون باید کانوله باشه، همه چی باید کانوله باشه. خب میرن الان این رو سوراخ میکنن. ببینید اینجا هم جایگاهش، اینکه قشنگ تا اون جایی که لازم هست میره داخل. خب مرحله بعدی این هست که ما نیل رو بذاریم و حالا دپس میزنن که اندازه اون نیل ما به دست بیاد. این دپس گیجشه، سایزی که هست فکر کنم 75 ایناست. نیل رو بر اساس همین سایز میگم بهتون، شما از تو ست بهشون میدید. حالا اینجا یه کاری میکنن به اسم تپر کردن. تپر کردن همون دست تیاندله بود که به گاید ما وصل میشد. این قابلیت اینو داره که به هر چیزی، به خیلی وسیله‌های داخل این ست وصل بشه. یکی دیگه از مواردی که بهش وصل میشه این تپر. این تپر باعث میشه که رزوه ایجاد کنه داخل استخون. این کارو معمولا من ندیدم انجام بدم، ولی این کار اصولیش اینه که همیشه بعد اینکه دریل میکنی شما تپ کنید برای پیچاتون، چرا که پیچا خودشون سلف تپ نیستن. اون سایزی که لازم هست خودش میره داخل و این نمیتونه بیشتر از اون سوراخ کنه، نگران نباشید. خب اینجا الان میان اون پیچی که همیشه بهش وصله رو باز میکنن، نیل مناسب رو میذارن. الان فکر کنیم نیل 75 میزنن روی دستش. خب اینجا ممکنه برای هر شرکتی فرق کنه این دسته، ولی خب کلا اینو بدونید که کل این مکانیزم اینه که ما این نیل رو میخوایم بذاریم داخل استخون. پین تا آخرین مرحله حضور داره داخل استخون. بعد این تی هندل هم یه حالت تی هندل داره، اینم قشنگ نیل رو سر جای خودش قرار میده. خب مورد بعدی اینه هست که اون رو سر جای خودش محکم کنم. خب الان این نیل، این پلاک دی سی اس ما هست. پلاک دی سی اس روی این سیستم که کلا گذاشتن که پین نیل رو باش محکم کردن، میره روی نیل قرار میگیره و بعد دیگه کل اون وسیله هایی که داخل استخون هست خارج میشن. این دونه دونه اینا رو باز میکنن، نیل چی رو هم باز میکنن، پین رو هم در میارن.
اینجا این وسیله که میبینید اسمش ایمپکتوره. هر چیزی که توی ارتوپدی یک وسیله ای رو داخل استخون یا هر جایی باش بخوان این چیزی رو ایمپکت کنن اسمشو میذارن ایمپکتور، ولی اصل ایمپکتور توی هر ستی مخصوص خودش هست. اینجا هم پیچیه که برای اون نیل ما روی اون نیل سوار میشه تا پلاک و پی و نیل به هم دیگه بچسبن. دیگه الان اینجا کار تقریبا تموم شده. میان چیکار میکنن؟ میان دونه به دونه همه پیچ ها رو میذارن و این حالا اسلیو ماست. این اسلیو ماست که پینای این قسمت رو هم بذارن. پینای این قسمت همه لاکینگ هن. پیچ لاکینگ حتما باید با اسلیو و سرمته مخصوص خودش، که اگه سرمته حالا این فکرم 6.5 گذاشتن، سرمته مخصوص خودش با توجه به سایز پیچ گذاشته میشه. اینجا فکر کنم 2 تا 3 تا پین، اگه شکستگی مثلا اینجا باشه، 2 تا پیچ یا 3 تا پیچ و یه دونه پیچ نیل پایین ساپورتش میکنه و مشکلی براش پیش نمیاد. برای هر پیچی هم خب سیستم پیچ رو میدونید، همیشه پیچ رو که گذاشتید بعدش حتما دپس گیج میزنید، سایزش رو مشخص میکنید و پیچ رو با توجه به نوعش که جراح تعیین میکنه میذارید. این تپر کردن هم که میگم که خیلی ما نداریم اینو. این هم دپس گیجشه، سایز میزنن پیچ 45. پیچ رو دونه دونه میبندن دوتا پیچ رو و دیگه کار دیگه نداریم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و حالا به دانشتون اضافه شده باشه چیزی. برای دیدن ویدیوهای بیشتر میتونید به وبسایت بنده که گوشه سمت راست پایین صفحه هست مراجعه کنید با آدرس iranor.ir. کانال تلگرام هم هست، من توی تمام ویدیوهایی که میذارم توی توضیحات کانال تلگرام رو هم قرار دادم. موفق و مؤید باشید.